سلام و درود و ادب خدمت شما دوستای عزیز، انشالله که جور و صحت باشین با فامیل های عزیزتان. بازم خدا را شکر که حاضر شدم با یک ویدیو نو جدید تا بتانم یک غذای خوشمزه و لذیذ به شما آماده کنم. البته نظر به خواهش دوستای عزیز که بولانی فرمایش داده بودن، البته بولانی خواهش کرده بودن که یک بولانی خوشمزه آماده کنین که ماه رمضان بخیر نزدیک است. دوستای نازنین، حال یک بولانی خوشمزه بر شما آماده میکنم. بسیار خوشمزه است، البته از گندنه و کچالو نیست، از کدوی سبز است. بسیار خوشمزه است، بسیار عالی میایه، حتما تیار کنین. به این مواد، به این بولانی مواد لازمه 4 دانه از یک کدوی سبز است، پیاز، مرچ تازه، مرچ خوش، مرچ سیاه، نمک و تخم گشنیز، یک دانه پیاز بزرگ و قبلا 2 دانه را از میده کننده البته رنده کردیم، 2 دانش همراه پوستش. حال دوتای دیگر را خودتان ببینین که به این شکل که من توته میکنم شما هم توته کنین، بسیار خوبش میه. کدوی سبز دوستای نازنین، پاک صفا پیش از او که توته کنم شوشتیم. حال 4 دانه دندان سیره میده میکنم، مندازم، بسیار خوبش می خوشبوی میسازه. و مرچ تازه 2 دانه است، پیاز 1 دانه کلان و مرچ خشک، مرچ سیاه، هر رقمی که شما دوست دارین، تون زیاد دوست دارین زیاد پرتین، اگر کم مرچ دوست دارین کم پرتین. دوستای نازنین، یک قاشق غذاخوری روغن هم انداختم که داخلش کمه چرب شود. و حال مواد خوب گد کردم، میمانم، بعد از او باز خمیرشه نشان میدم. بسم الله الرحمن الرحیم، اول خمیر میکنم. دوستای نازنین، خمیر 4 پیاله خمیر آرد است، آرد مواد داره، شما میتونید از آرد پلین، آرد ساده هم بردید. 4 پیاله آرد است و 1 قاشق غذاخوری یا 1 پاکت یا نیم پاکت دلتون خمیر مایه پرتین. من 1 قاشق غذاخوری خمیر مایه انداختم، نمک به قدر لازم، آب شیرگرم 1.5 پیاله است. و شما هر وقت که دیدین که خمیر بسته شد، خمیر شد، باز آب دیگه زیاد نبردین. آل خمیر میکنم دوستای نازنین، خمیر قسمی که زیاد نی نرم باشه و نی زیاد سخت، متوسط خمیرشه، نی نرم نی سخت. آل خمیر میکنم دوستای نازنین با کمک دست، البته دستکش نمیپوشم، من با دستکش هیچ راحت نیستم، دستای من پاک صفا شوشتیم پاک است. آل خمیر میکنم و با وقت آخر کمه 1 قاشق غذاخوری روغن هم اندازم که به دست نچسبه. بعد از او کمه آرد میپاشم بر روی خمیر و به مدت 30 دقیقه یا 1 ساعت به هوای آشپزخانه میگذارم تا یک خمیر عالی بیایه. و حالا میمانم که استراحت کنه خمیر، البته خمیر برسه کم آرد میریزم، روش هم میپوشانم به مدت 30 دقیقه میمانم. بعد از او باز بولانی را تیار میکنم، باز هم بعد از 30 دقیقه بولانی را تیار میکنم. بازم بسم الله الرحمن الرحیم گفته خمیر را زوله میکنم. بعد از او که زوله کردم خمیر را به مدت 10 دقیقه دیگر روش هم میپوشانم زوله را که برسه. بعد از او باز بولانی را تیار میکنی. بولانی بسیار خوشمزه است، انشالله با ماه مبارک رمضان تیار کنین، بسیار عالی است، خوشمزه است و طعم عالی را داره. دوستای نازنین و مهربان، دوستایی که گفته بودند که ویدیوهای زود پرتین، ما ویدیو مندازم و بیننده اصلا نیست که ویدیوهای ما را ببینن، و اگر ویدیوی کوتاه تیار کنم جور کنم خواهیج اصلا فایده مام نمیشه و همچنان فایده شما. دوستای نازنین، آله ریشا پوشاندم، بعد از 10 دقیقه باز بولانی تیار میکنم. بعد از 10 دقیقه دوستای نازنین خمیر انبار کرده، خمیر زواله متوسط، خرد خرد نیست نی کلان، متوسط گرفتیم زوالای خمیره. آله با کمک آرد و
انوار میکنم. بولانی بسیار خوبش میاد. شما میتونید که بعد آشان بگذارین چون داخلش کم روغن انداختیم، هیچ خشک نمیاید و وقتی که کشیدین از داشت رویشه باز روغن بزنید. آل کم کم میمانم دوستان، از این متوجه باشین که امی خود کدو سبز البته آب میکشه، باز یک بغل کنیم که آبش کاملا بره. بعد از او باز بولونی و خمیر کنیم. دوستان از این بسیار کم روغن انداختم روی کرایی و به حرارت متوسط ماندیم که بولونی ها پخته شد. من همیشه که پخته میکنم زیاد روغن استفاده نمیکنم، زیاد روغن نمیندازم چون نقص داره. روغن کم مندازم که آهسته آهسته سرخ شود. حالا پشت رویش سرخ کرده و بولانی دیگر مندازم. ببینید دوستان از این چقدر بولانی مقبول معلوم میشه، بسیار نازک است، خمیرش اصلا دبل نیست. من خوش ندارم که دبل به نازک نازک پخته میکنم. بولانی دوستان از این رو به خلاصی است. انشالله که ویدیو مورد علاقه شما قرار گرفته باشه. اگر قرار گرفت لطفاً سابسکرایب فراموشتان نشه، لایک و کامنت بگذارید. ویدیو رو تا آخر ببینید تا بفهمین و ببینید که چه قصه ما بولانی پخته کردیم. دیگه وقت شما رو نمیگیرم دوستای نازنین، دیگه شما رو به خدای پاک میسپارم. اوقات خوش داشته باشین با فامیل های عزیزتان. یادم نره دوستای نازنین چتنی سبز و چتنی با ماست یک جا کرده انداخته و از ترشی از یا ویدیو دارم. شما میتونید از طریق ویدیو های چتنی و ترشی را آماده بسازین، البته ترشی کدوز. خداوند نگهدارتان. خداحافظ.